നാമം മണ്ണും മേൽ വിണ്ണും ഗുരു മുമ്പിൽ പ്രണാമം എന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരഫുദ്ദാനാമം ഉലകകിലും കീർത്തനങ്ങളകം പുണരും മധുഗൊളികൾ മധുവേർപ്പുകളുകൾ ആശിക്കിങ്ങളലിയുമ്പോൾ ആലമാകെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മഹബൂബ് നൂറുള്ള ജന്നത്തിൻ ബാബിൽ കുറിച്ചുള്ളൊരു നാമം ചിന്നും ഈ സെല്ലം വാഴ്ത്തും തിരുനാമം ജന്നത്തിൻ ബാബിൽ കുറിച്ചുള്ളൊരു നാമം ചിന്നും ഈ സെല്ലം വാഴ്ത്തും തിരുനാമം بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صل السلام على الوسيلة وشمس الهنا طلعت ليلى صل السلام على الوسيلة وشمس الهنا طلعت ليلى صل السلام على الوسيلة وشمس الهنا طلعت ليلى يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله في محتمدي والشمس العنا طلعت ليلى الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته السلام على الوسيلة والشمس العنا طلعت ليلى صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الأمة الله الله يا ربي بجاء النبي عزيز الأمة عزيز الأمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الأمة الله الله يا ربي بجاء النبي عزيز الأمة يا ربي بجاء النبي عزيز بدر المنير شفيع عند القديم صلوا عليه صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الأمة الله يا ربي بجاء النبي عزيز الأمة
خير البرية نظر إلي الله الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله الله ما أنت إلا كنز العطية يا بئر فضلي وتاج أدني يا بئر فضلي وتاج أدني جدلي بوصلي قبل المانية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية أهل المدينة فانا نروح بحالنا والظلم كما هذا يبكينا الأنا لله كلوا للحبيب المصطفى يكف علينا لله إقبالنا أهل المدينة فانا نروح بحالنا والظلم كما هذا يبكينا الأنا لله كلوا للحبيب المصطفى يكف علينا لله إقبالنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 نتوسل بالقبابة والبتول المستطابة نتوسل بالقبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فأسد ومجابة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الزوجات قدرا قد تلاكت من أمرا أعظم الزوجات قدرا قد تلاكت من أمرا خطبت أحماد ذكرا غنمت منه شبابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا أروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا أروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما دد يا رسول الله ما دد يا رسول الله ما دد يا حبيب الله يا ربي بهم وبآلهم أجل النصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم أجل
باليسر وبالفرج مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيد رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل بلغ مثل سباب ما قرأنا من القرآن العظيم هذه أدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية طيبة نامية منا إلى حضرة روحنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين الصالحين اللهم زد لنا شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كرامتهم لديك اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وعبداننا وصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل في مجلسنا بركة تامة دائمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل كبرنا وكبر روضة من رياض الجنة اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചരിത്രങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും മാതൃകയായ സുള്ളിയ താലൂക്കിലെ കുഗ്രാമം പയ്യമ്പച്ചാല് കാലങ്ങളോളമായി ഇസ്ലാമിക ഷിആറിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ്. ആദരണീയരായ നാസർ ഉസ്താദിൻ്റെ ആഗമനം കൂടി ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നാടിൻ്റെ വികസനം, നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷം, പല നാടുകളിലും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി മാറിയത് നാം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്മരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ഈ നാട്ടിൽ സന്തോഷവും ഖൈറും റാഹത്തും ബർക്കത്തും ചെറിയട്ടെ. ആദരണീയരായ ഉസ്താദിനെ ഒരുപാട് കാലം ഈ നാട്ടിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ആദരണീയരായ ഖുതുബുൽ ഹിന്ദ് ഹാജ ജസ്തി തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ച ഈ നാട്ടിൽ വർഷങ്ങളോളമായി നടന്നു വരുന്നു. ഹാജ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് മൗലീദിലേക്ക് നമ്മുടെ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. സയ്യിദന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാഅല്ലാ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാഅല്ലാ ഉസ്താദവരുകൾ നമ്മോട് മുഖവരയായി രണ്ട് വാക്ക് ആശംസിക്കുന്നു, ആദരവോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتم سنهن مرنع بهمان برطة ساداتين والپنددن متعلم سهرتكال سنة جماعتين لكر مرسك رأي پروتك المار ومراقل الله سبحانه وتعالى جنگل ورتقودل
ഖജ ഖലീബ് നവാസ് മുഹിദ്ദീൻ ജിസ്ല അജ്മീ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സർഹുലദി തങ്ങളുടെ മദദിലായി പെരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്വാലിഹായ സൽക്രമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ആണ്ടുപോണ്ടു കിടക്കുന്ന ശാരീരിക മാനസികമായ എല്ലാ രോഗത്തിനും പരിപൂർണമായ ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പെടുന്നതിനുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ആക്സിഡൻ്റ് പോലുള്ള അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു ഖാജ തങ്ങളുടെ മദദിലായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാനുണ്ട്. മഹിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മൗലിദ് നല്ലതൊക്കെ ഓതി തീരണം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഖത്മ ഖുർആൻ ഓതാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദാദികൾ നമുക്ക് ത്വാരക്കും. ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഖാജ ഖലീബ് നവാസ് തങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികയാണ് കൊണ്ടാടാൻ വേണ്ടി ഈ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 5 കൊല്ലത്തോളം കഴിച്ച് വന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വിദേശ നാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിൽ നിന്നും സാധുവായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാടിനേക്കാളും ഉപരിയായി ആവേശത്തോടെ സഹകരിച്ച് വരുന്ന വിദേശി യാത്രക്കാർ വിദേശക്കാരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ഓരോ വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വാട്സപ്പിലൂടെ ഓരോ തുകകൾ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഈ പരിപാടിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമെത്തിയ പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീടെടുത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ അത് പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രോഗം കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ കഠിനം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മല്ലടിക്കുന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. വിദേശ നാട്ടിലുള്ള സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിൽ പലരും തലവേദന കൊണ്ട്, വയറ്റുവേദന കൊണ്ട്, ഊരവേദന കൊണ്ട്, ഓരോ വേദനകളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രവാസി സംഘങ്ങ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖാജ ഖലീബ് നവാസ് മുഹിദ്ദീൻ ജിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സർഹുലദി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സാദാത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവിടെ എല്ലാവരുടെയും സദുദ്ദേശം അള്ളാഹു സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ അടുത്ത ഹജ തങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് മുമ്പായി ആ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂവണിഞ്ഞ് കാണാൻ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു കാണമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്നും കൂടി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സാധുവായൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജഹഫർ സാദി പറഞ്ഞതുപോലെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പൈമ്പച്ചാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ദീനിൻ്റെ ചിട്ടയോടുകൂടുള്ള നാടാണ്. അള്ളാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ നാട്ടിനെ നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മുതാലിമികൾ, ആലിമികൾ, സാദാത്തുകൾ എല്ലാവരെയും ആവേശത്തോടെ എല്ലാ സമയത്തും സ്വീകരിക്കാൻ അവർ എന്നും തയ്യാറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു തരുന്ന ഉമറാക്കൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്, പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ ജഫർ സദി ഉസ്താദ് ഇവിടെ 3 കൊല്ലത്തോളമായി നമ്മുടെ ബുർദക്ക് നേതൃത്വം നമ്മുടെ മൗലിദ് സദസ്സിൽ നിന്ന് വേണ്ടി വരുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ നിസാസ് സാഹിദ് ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് കാലമായി സാധുവായ ഞാൻ പൈതൃക റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മൗലിദ് തുടങ്ങിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കൂറ ഉസ്താദിക്ക് കൂറത്തും ഉസ്താദികളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദിൽ ഉസ്താദ് മടിക്കേരിയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 വർഷത്തോളമായി ഖാജ തങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും വർഷം പോകുമ്പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹ് പ്രകാരം ഖാജ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിനേക്കാൾ പിന്നത്തെ വർഷമോ അത് ഉഷാറായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് 5ാമത്തെ വർഷം വന്നപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ കെ സി കുട്ടിൻ്റെ വിപുലമായ കഥാപ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കൂടല്ലൂർ സഖാബി ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂരിക്കൂരി തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലമ മാണി ഉസ്താദ് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാഹ് മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഷാക്ക് മുമ്പായി എല്ലാവരും എത്തും. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗങ്ങളും ദുആകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ഭക്ഷണം അൽഹംദുലില്ലാഹ് 1.5 കിലോളം നല്ല
വ്യവസായനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മണ്ടക്കോട്ടി ഒരു ദിവസത്തിന് 313 രൂപ എൻ്റെ വക ഒരു കേജ് അരച്ചെടുത്തോളി പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ തങ്ങളാ തങ്ങളെ ആ കരക്ക് തന്ന പൈസ ഇന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നപാടെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് 100 രൂപ നിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചതാ ചേട്ടി തന്ന്, നിനക്ക് പൈസ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ആയിക്കോളും. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സാധാ തിങ്ങളെ അവർ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, അവരാണ് നാവിൻ്റെ അസറുണ്ട്, അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് സാധുവായ ഒന്നിനു കൊള്ളാത്ത ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ മെസ്സേജ് ആൾക്കാരോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ അർഹരല്ല. അള്ളാഹു ഇവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹാജ തങ്ങളെ മദതിലായി നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദിനെ സജാ പ്രസാദ് ഉസ്താദിനും എല്ലാ ആലിമികളോടും ഉസ്താദിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആളാക്കിയിട്ടല്ല അതിലത്തെ 10,000, 5,000, 15,000, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിൻ്റെ അരി, അതുപോലെ ഒരു ആട്, ഇന്ന് കോഴികൾ 2 ആട്, ഒരു സ്ത്രീ 1 ആട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞു കോയ സാദി ഉസ്താദ് ഇവിടെ മൗലിദിൻ്റെ ശേഷം ഖത്മ ഖുർആൻ ഓതി ദ്വാരക്കും, അതേപോലെ വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും, അതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ലാ സമാപന ദുആ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഷേഖുന കോഴിക്കോയി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കും, എല്ലാ സംഗമത്തിനും ഇൻഷാല്ലാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രാഹത്തോടെ ഇവിടെ പരിപാടി മനസ്സിൻ്റെ കരുതിയ ഉപരിയായി സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ തുടങ്ങുകയാണ്. സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാ, സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ, ബിതഹ്മീദേ വതശ്കീരേ വതംജീദേ വതക്ബീരേ വതൗഹീദേ വതക്സീരേ ബദഇനാമദേ അജ്മീരേ. സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ, സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. മുശഹറതും ഫലായിലുഹു മുനവറതും ഫലാലിലുഹു മുവഫറതും ദലായിലുഹു വലിയുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീരി. സലാമുൽ മജ്ദൂബി ബിമഖ്സൂദി വമസ്ലൂബി വമഹ്ദിയുൽ മർഹൂബി വലിയുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീരി. സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ, സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. അലിയുല്ലാഹി ഖുദ്വ സുന മുഈനുദ്ദീന ഉസ്വതുന ഉംദതുന വലിയുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീരി. സലാസിറാം ബിലാ ഫസ്ലി മുരീദൻ ത്വാലിബൽ മസ്ലി ഇലാ ഉസ്മാന ദിൽ ഫദ്ലി വലിയുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീരി. സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ, സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. ബായഅഹു മഅ ശൗഖി വസാഹിബഹു മഅ ദൗഖി ആഗദഹു ബിലാ ഫർഖി വലിയുൽ ഹിന്ദ്
أجميري كرامته أنت عنايته غدت سندا هدايته سرت هندا ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رولته لنا جنة بلا صارت لنا جنة لدفع الشر من جنة ولي الهند أجميري طبيب القلب معين الكل باللسان وأولى الحاضر الأفنان ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مأمور من الهادي لإسلام بإمدادي وتبعيد الهادي ولي الهند أجميري متى من داخل الكعبة نداء كان داهما قبلناه بلا خيبة ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله هذا من نبي الله جواب يا ولي الله عليك سلام نار الله ولي الهند أجميري سجدت بايع الخضرا بنجم الدين قد حضرا وغوص أعظم سفرا ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وعوني يا بالفضل تماما غير منفصل ولي الهند أجميري وتمم لي نايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله قلبي دائما مائل إليكم ها أنا سائل فلا تترد بلا داعي ولي الهند أجميري صلاة الله ذي النعم على ياسين والحتم وآل صهيب النجم ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بطن بذاته في أزليته وظهر في صفاته في أبديته واستعلن بأسمائه في سرمديته وتجلى بأفعاله في أبديته هو الأول في الأزل والآخر في الأبد والظاهر في السرمد أحمده سبحانه وتعالى الولي المعين من التجأ إليه في استعافة مراده في يوم الدين أما بعد فهذه رسالة في مناقب قطب الغوث سيدي خواجة معين الدين الجستيل جميري دام علينا فيضه الجهري والسري الذي هو صاحب مقامات الألية والدرجات السنية وفضل من تنورت به الديار الهندية بعدما كانت مخفوفة بالظلمات الكفرية والإلحادية وكم من شقي صاد به سهيدا وكم من قصي آد به مجيدا كيف لا وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في عالم المنام يا معين الدين أنت آمي ديني المبين وإماده المتين وركنه الركين وقد أعطيتك من عندي خلعة الولاية ورتبة الإرشاد والهداية فأي مرتبة عظمى من هذه المرتبة وأي منصبة كبرى من هذه المنصبة رضي الله عنه وأدام فينا الفيض منه والصلاة والسلام على من اقتبس من نوره جميع الأنوار وانجس من سره سائر الأسرار من سائر الأسرار آدم ومن دونه من النبيين تحت لوائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع أوليائه آمين رضي الله عنه رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين تسليمون وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات على الحمد لله الوالي كل ساعتي على محبنا أسرى نور نبوتي يداون أمر الله القلوب بحكمتي سموس بدور ما نزم فمنهم وشهب وبرق في سماء ماريتي صلاة وتسليم وأزكى موصولهم إلى سواء
صلاتو وتسليمو وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات صلاتو وتسليمو وأنما تحياتي على سيد السادة خير البريات محمد الهادي وعالم وصحبه وأولاده من غير حد وحسرة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي أهل المصطفى لخير البريات ورضوان ربيا معين لديننا وآبائه والأمهات الأجلة أفى الله النداء في غوث البرية وأسقى بكاشف قربتي وسماعي مدهنها ديرنا وأهلهم ومطعم الألوان طعامي بهمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأما نسبه كما ذكر في مواهب الرب معين وهو سيدنا ومولانا ولي الحمد سيد خواجه معيد بن حسن السنجري ثم العجمي بن مولانا سيد غياض الدين احمد بن مولانا سيد كمال الدين بن مولانا سيد احمد حسين بن مولانا سيد نجم الدين طاهر بن مولانا سيد خواجه عبد العزيز حسين بن مولانا سيد ابراهيم بن مولانا سيد امام علي موسى الرضا بن مولانا سيد امام موسى القاضم بن مولانا سيد امام محمد جعفر الصادق بن مولانا سيد الإمام محمد البقير بن مولانا سيد الإمام زين العابدين بن مولانا سيد الشهداء وسيد كربلاء سيد الإمام حسين بن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعنه وأدام فينا بره وبرهم وهذا نسبه من جهة أبيه وأما نسبه من جهة أمه وهو سيدنا سلطان الهند خواجة معين الدين السنجري ثم الأجمي بن سيدنا أم الأرى ماهي النور بنتي مولانا سيد داود بن مولانا سيد عبد الله حنبلي بن مولانا سيد يحيى بن يحيى الزائد بن مولانا سيد محمد معبد بن مولانا سيد داود بن مولانا سيد موسى الجواني بن مولانا سيد عبد الله المعاطي بن مولانا سيد حسن المثنى بن مولانا سيد حسن بن مولانا سيد الغالب علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وادام علينا فيض منه ومنهم وهو رضي الله عنه شريف الطرفين وطريق الابوين حسين وعبا وحسنين وامه أما الشيخ سيد طاهر الرسول سلطان الهند خاجة معيد الجست العجمي رضي الله عنه مولانا سيد خاجة حبيب الرحمن حضرته ثمان الحاروني جستي رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد حاج شريف زندني جستي رضي الله عنه والشيخ مولانا سيد قطب الدين مودود جستي رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد ناصر الدين أبو يوسف بن محمد شمعان جستي رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد أبي محمد جستي رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد أبو أحمد أحمد عبدال جستي رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد أبو إسحاق الشامي جستي رضي الله عنه والشيخ مولانا سيد أمشاد علوي دينوري رضي الله عنه والشيخ مولانا سيد عمير الدين أبو هبيرة البصري رضي الله عنه والشيخنا ومولانا والشيخ مولانا
مولانا سيد سيد الدين حذيفة المرعشي رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد سلطان الطارقين إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد فضيل بن عياض رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد عبد الفضل عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه الشيخ مولانا سيد سلطان الأولياء وبرهان الأسبياء يا ابن نصري ابو الحسن البصري رضي الله عنه الشيخ شاه مردان سيرزي ازدان امير المؤمنين امام المتقين سيد الله الغالب امام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الشيخ سرق عالم كائنات مفخر الموجودات احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نفعنا الله بفيوضهم ودفعنا بهم غما وهما وسقما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رضي الله الله آني الحسن رضي الله آني المعين رضي الله آني الحسن رضي الله آني المعين رضي الله آني الحسن رضي الله آني المعين صلوات يا نبي وسلام وهو خير الأنام ببدر التمام أهل بيت الرسول أنتم هداي يا أحفاد العالي أنتم رجائي يا أسبات الرسول أنتم غنائي يا بلعة الباتو لأنتم هنائي يا أبناء الحسين أنتم دبائي يا فروع الحسن أنتم شفائي صلواتي على النبي وسلام وهو خير الأنا ببدر الدمام يا غياث العباد أنتم فلاهي يا أقطاب الأجود أنتم منائي يا أولي يا سولا ها أنتم بهائي يا تيجان العورة فأنتم هلائي يا كنوز الطالب بنا يا حمائي يا جنود أنتم فلاني صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الآلاء ببدر التمام يا نجات الهالكين يا مرادي يا رحام أنتم دواني يا ملوك البرايا أنتم ملاذي يا أسي الأسمي يا أنتم دوائي يا إلهي بأهل بيت الرسول حسلنا للمطلوب ومنائي صلواتي على النبي مع سلامي أهل بيتي وصحبه الكرماء
salawati ala nabi wa salami wa huwa khairul alami badrul tamami. طفوليتي طالبا للمولى وراغبا في تحصيل الأولى فتصدق بجميع ما كان عنده من متاع الدنيا القليل متبطلا إلى الله الجليل وتوجه إلى بخارى مترددا في البزار والسهارى وكان إذا كمر مركز درس وتدريس وموضع تأثير علم نفيس ومكث هناك عدة من الأزمان وحفظ أن ظهر القلب من حسام الدين البخاري كتاب الله القرآن ثم حصل العلوم الدرسية والفنون الظاهرة القدسية ثم توجه بيزمه المسور إلى قصبة هارون ليجري ما سمعه من كرامات محالات الشيخ أبي النور عثمان الهاروني نفعنا الله بفضله الرباني فتشرف بزيارته وأخذ منه البيعة بإرادته ومكث في خانقه زمانا بالديالات والمجاهدات والعبادات والمراقبات فالحاصل أنه أفنى في خدمته وصحبته 20 عاما سفرا وإقامة بغاية من الأدب والاستقامة فنال منه الخرقة والخلافة الجستية ومزار هذا الشيخ يا بن نور عثمان الهاروني في مكة المشرفة عند قرب مكان الشريف صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من ناب منابه من نوابه يا ربي رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غايه
سيدي معين دين سنجري المولد وقد ما شان والبو خراب عدما أنفق أموالا بحسن القصد قال في تذكرة المؤين حاكيا عن قطب الهند خواجة مؤين الدين رضي الله عنه أنه قال فبعدما حصلت لي الخلافة التامة اشتقت إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهت من بغداد مع خواجة قطب الدين باختيار الكاكي رضي الله عنه وغيره من بعض المريدين إلى مدينة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فتشرفنا بالزيارة النبوية فيوم من الأيام كنت جالسا في مواجهة الروضة المصطفوية فجاء النداء من داخل روضة سيد الإنس والجان أن ادخل علينا يا معين الدين بلا تبان فدخلت في الروضة بغاية من الأدب التام وسلمت عليه بأحسن السلام فجاء الجواب من ذلك الجناب بأني وضعت على رأسك تاج بلاد هندوستان فاذهب إليه وجل أجمير مسكنك ومسكن أولادك إلى يوم القيامة من بين البلدان وستدفن فيه ويتبرك الإخوان على ممر الزمان فلما سمعت هذا النداء تهيرت لأني قبل هذا ما عرفت أجمير ولا به سمعت فراقبته صلى الله عليه وسلم فورا
فتشرفت وتنورت برؤية جماله تشرفا وتنورا، واستفصلت منه هذه القصة تفصيلا، فأتاني صلى الله عليه وسلم الرمانا كان فيه جميع الأبواب منقوشة ومفصولة، وطلبت أجمير فيه فما وجدت، فأشار صلى الله عليه وسلم باسمه المباركة إليه، فعرفت وسبب عدم وجدان أجمير سريئا في ذلك الرمان لأنه ما أمر كما ينبغي في ذلك الزمان. وبعد ذلك تهيأ الشيخ للخروج من المدينة المنورة، فخرج منها مع الأربعين من مريده الصادقين إلى جهة هندوستان، فوصل على طريق أزنين ولاهور ودهلي إلى جمير الشريف بعون الله الملك المنان. وتمام قصة مجيئه إلى أجمير وقتاله لملكه وأساكره الكفار طويلة مذكورة في كتب مناقبه مستورة صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من هو معين للدين. رضي الله عن الحسن، رضي الله عن المعين، رضي الله عن الحسن، رضي الله عن المعين، رضي الله عن فشفاها بالكلام، قال له بالعناية اعتيت تاج الولاية، في الهند شهير هدايا فيها ليوم القيام. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. طاهر ما ندهشي فيه جميع نقوشي،
ഗുൽദാനി ദുന്യാബി നഖ്ശ് അഅലിം ബി ഹാദൽ മഖാമി تكن مقبورة لا قول خير الأنام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الشيخ رضي الله عنه يهدي الخلق الى طريق الحق كما كان مامورا من عند رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم فصار بظاهره مع الخلق وبواطنه مع الحق فلم يجد نفس من انفاسه في غير ذكر الله ولم ينقض حين من احيانه الا في احياء دين الله فمكث رضي الله عنه في الهند اكثر من 40 عاما واشتغلا بعباد ربه ركوعا وسجودا وقياما وحكي عن خاجة قطب الدين باختيار كاكي رضي رحمه الله قال إني كنت قال إني كنت في خدمة الشيخ خاجة معين الدين رضي الله عنه 20 عاما فما رأيته يغضب ولو على أحد انتقاما وحكي عن الشيخ رضي الله عنه كان يتوجه في كل ليلة بعد العشاء إلى مكة المكرمة ويطوف بالكعبة المعظمة ويراه الحجاج في الطواف ولا يطلع على هذا الخبر أحد من أهل بيته الأشراف وكانوا يظنون أنه يعبد رب البيت في داخل البيت ثم ظهر أنه يذهب في كل ليلة إلى الكعبة ويرجع إلى البلد قبل طلوع الفجر بلا ريبة وحكي أن أيضا أنه رضي الله عنه إذا لازمه أحد 3 أيام يكون من أرباب الحال وأصحاب المقام ونقل عن قطب الدين أن الشيخ رضي الله عنه كان يدعو الله تعالى بأنه لا يدخل الجنة إلا معه مريديه فجاء النداء من الغيب نحن استجبنا دعاءك بلا ريب ثم قال يا ربي إن كل من يدخل في سلسلتي بالغرام هو من مريدي بلا كلام إلى يوم القيامة فجاء الجواب من الملك الوخاب بأننا قبلنا منك هذا الخطاب وله رضي الله عنه من الكرامات ما لا يحصى ومن خوارق العادات ما لا يستقصى وقال في تذكرة المعين أن الشيخ رضي الله عنه توفي في وقت السحر
ليلة يوم الاثنين السادس من رجب الفرد في من رجب الفرد الحرام في السنة الثالثة والثلاثين وستمائة من هجرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ودفن فيه في حجرته المسكونة بأجمير الشريف نور الله مرقده وقدس سره المنيف فعمره رضي الله عنه حين وفاته على ما نقلناه قد بلغ 96 من السنين صلى الله على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه العارفين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد خس بالكرم يا رب ارضى عن المعين الدين سلطان هند امام الناس كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخلق كلهم حامي المكارم والأخلاق طيبة خليفة المصطفى ذي الجود والكرم موسى المشايخ والأقطاب كلهم ومرشد الخلق بال الإعلام والحكم إلى مريده لا يدخل بجنته قد دعا إلهي كل ذي القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم وكل من يدخل بالهم سلسلة هو من مريد به لا شك ولا تهم فجاء قبل إلى الخلق دعوته نداء غيب خطا بل صاحب العالم يا ربي نور بجود منك مرقده وصب فيها سجال العوف في الثيام مولاي
فاطم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذا بشيخ شيوخ الاستهاروني عثمان أبي النوري يعطائي والكرم وكل قطب وآن تعلم كذا بغلي والصالحين وآهل البيت ذي العظم كذا بمهدينا الأتيم ملتنا أيضا كذا القطب عبد القادر الفهم سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرسل لله مريدي شافيا نرني واغفر ذنوب جميعا غافر الجرور طريق القوم بالهمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأصله للهلا في أهلي وفي بلدي وعند موتي به يا ربي صل على طه شفيع لنا ما دام ملك إلهي الخلق ذي القدم والعليم صحبي والأتباع كلهم والمرسلين جميع الأنبياء سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا وسلم على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وإلى حضرات سائر أهل الخير أجمعين خاصة إلى حضرت خاجة معين الدين جسدين الأجمعين قدس الله سره الذين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رضيت ربها تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يختفى مسوارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأعطوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وألم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال
أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يعطينكم مني هدى ومن تبي هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعفوا بأهدي وفي بأهدكم وإياي فارهبون. فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل فتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم غفونا أنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من مقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يقتدون. إن
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بمعنى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والتقى تمام المساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الله قليلا منكم وأنتم مؤنلون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تلاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم نصارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا وكفروا به فلعنة الله على الكافرين ليس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا فأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ഊതി കഴിയാതവർ പൂർത്തിയാക്കുക ഇൻഷാല്ല. ആദരണീയരായ നമ്മുടെ സയ്യിദ് കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിന് ദുആയി നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سبحانه وتعالى نامودية قرآنوت അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഒക്കെയും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീനുൽ ജിഷ്തിയുൽ ജമീരി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ്. വന്യരായ ഖാജ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 10 ഖത്തുമകൾ, 200,000 ദിക്ര്, അതുപോലെ തന്നെ 4444 നരിയത്ത് സലാത്ത്, 100 ഇഖ്ലാസ്, യാസീൻ സൂറത്തുകൾ, അങ്ങനെ പല ആളുകൾ ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്നും അതൊക്കെയും കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സ്, ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹാജാത്തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കലും ഹാജാത്തങ്ങളെ തവസുലാക്കിക്കൊണ്ട് തേടലും ഹാജാത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കലും ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. നാം ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം, വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഹാജാത്തങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഹാജാത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹു തആല ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا وصلاتنا وتهليلنا وصدقتنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رضاك ورضاه يا رب العالمين وإلى حضرات كافة الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وأصحابهم وإلى حضرات أزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة روح شيخنا وغوثنا وقطبنا غوث الأعظم قطب الأقطاب يا شيخ يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العارفين الشيخ يا سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا معين الدين الجشتي الجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا صوفي شهيد الأرمادي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا سيما أبي بكر المدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات من نويناهم ومن قصدناهم خصوصا وعموما وإلى حضرات أهل الخير والطاعة كلهم اللهم انفعنا بهم في الدارين اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم افض علينا من فيوضاتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم وفقنا في رمضان للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات لوجهك الكريم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനോത്ത് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മഹാനായ ഹജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിഷ്തിയിൽ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله
اللهم صل على محمد اللهم ارفع هذه الدعوه تام الصلاه القائمه محمد الرسول الفضيله والدرجه الرفيعه تبعثه مقام محمود لوعده اشرف റഹ്മൻ റഹീമീനായ റബ്ബ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്നോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഖാജ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് സഹായങ്ങളും സംഭാവനകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെയും അള്ളാഹു താല അവരിൽ നിന്ന് കബൂലി ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു താല സാധിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.